بیننده عزیز دیگری پرسیدند. خیلی ممنون و متشکر از برنامه سمت خدا و سلام کردند به همه سمت خدایی عزیز. خیلی ممنون و متشکرم. ما هم سلام میگیم خدمتون. گفتن که آقای رنجبر، شوهرم از من میخواد که چادر نپوشم، یعنی بی حجابی من رو دوست داره، حجاب رو دوست نداره، و اگر من تن به خواستش ندم، اگر زیر بار نرم، زندگیم از هم میپاشه. خب اگر شوهر شما یه قاشق سم بریزه توی لیوان بده به شما بگه مصرف کن، اگر نکنی زندگی از هم میپاشه، شما زیر بار میری نمیری؟ بی حجابی هم در نگاه قرآن کمتر از سم نیست، اونجا هم زیر بار نباید رفت. اصلا یکی از جاهایی که اطاعت نباید کرد همینجاست. بعد هم اگر قرار زندگی از هم بپاشه، بی حجابی که بیشتر از هم میپاشون. شما اگر با حجاب باشی زیر بار شوهرت نری، شاید زندگی از هم بپاشه، شاید هم نپاشه، که 199 هم نمیپاشه. چون بعد از این مدتی اصلا شوهر به شما اعتماد میکنه، به نجابت شما. چطور بعضی این ارزش نباشه؟ بالاخره هر کسی یه فطرتی داره. چرا فطرت برای همه ارزش، پاکی برای همه ارزش داره. ببینید آدمای دروغگو از آدمای دروغگو بدشون میاد، خودشون دروغ میگن، اما از دروغ بدشون میاد. آدم ناپاک از پاکی خوشش میاد. میگم ممکنه در یک جو و شرایطی قرار بگیره، هوس‌آلود باشه، برای یه مقطعی پافشاری بکنه، ولی نه، اینطوری نیست. من گفتم 190 اینطوری، حالا اون 10% هم دیگه بالاخره همه جا استثناء هست، اینجا هم استثناء خودش رو داره. بنابراین با بی‌حجابی مثلا میپاشه، منتها اگر شما حجاب رو کنار نگذاری، احتمال ضعیف داره از هم بپاشه، شاید بپاشه شاید نه، ولی اگر بی‌حجاب شدی قطعا میپاشه. شما داری اصلا تردیدی نکن. ممکنه کنار هم باشید، ممکنه زیر یه سقف باشید، ولی نیستید. همین میخواستم بگم ظاهرن شاید از هم نپاشه، جدا میشن، یعنی ممکنه گفت از جهت فیزیکی از هم جدا نشن، از جهت روحی، از جهت عاطفی اینا از هم جدا هم. چون یه دستگیره خوبی هست برای شیطان. این شیطان وقتی میتونه از دیوار زندگی شما بالا بره که یه جایی برای دستگیر خودش داشته باشه، شما را بهترین دستگیره دادی دستش، اون راحت از این دیوار بالا میره و هرچی بخواد میبره، اعتماد رو میبره، آبرو رو میبره، توجه رو میبره، عشق و محبت و علاقه همسر شما رو قطعا دیر یا زود میبره. البته اینجا یه نکته بگم که تدبیر اینجا حرف اول میزنه ها. قرآن هم میگه، میگه زنها کیدشون عظیمه، یعنی از جهت چاره جویی، یا اگه بخوان چاره جویی بکنن، یا اصلا شگفتی هایی میتونن بیافرینن، با تدبیر میتونن این تمرد رو از خودشون نشون بدن. یعنی مستقیم روبروی شوهرشون نیستن، با منطق، با استدلال. ولی خدا کنه همه زندگی های مشترک سرشار از همدلی باشه و زبون هم رو فهمیدن، خیلی نکته مهمیه، انشالله این اتفاق بیفته. اما سوال بعدی، گفتن که سلام وقت بخیر، ما هم به شما سلام وقت بخیر میگیم. چادری های زیادی رو دیدم که کارشون تهمت و غیبته و در مقابل بی‌حجاب هایی رو دیدم که آزارشون به مورچه هم نمیرسه. اینا رو چطور توجیه میکنید آقای رنجبر؟ میخوان بگن که بعضی از با حجاب ها به مراتب بدتر از بعضی از بی‌حجاب. شاید درست هم هست، نه چرا شاید، آخه همیشه اینجوری نیست، بعضی بعضیش همیشه همینجوری. ببینید شما میرید در یک رستورانی که خیلی شیک و مدرن هم هست، یه دیس غذا میگیرید، این میاد روش زرورقی میکشه، شما هیچ وقت به اون نمیگی آقا نکش، اینقدرها غذاها هستن که زرورق روشون کشیده شده و فاسدن، میگی اینو؟ اصلا این حرف گفتن داره؟
اصلا یه حرف شنیدن داره، نه شما میگی نه اون میشنه. مثلا وقتی بگی ما، تو حیرون به شما نگاه میکنه. ببینید حجاب پوشش همون زرورقه. این چه منطقیه که بگیم خیلی ها مثلا حجاب دارند و خراب؟ منطق نشد که. اگرم خرابن، اگرم فاسدن، خرابیشون، فسادشون به خاطر پوشششون نیست. از یه جای دیگه نشأت میگیره. از یه جای دیگه نشأت میگیره. دین بالاخره یه پازله. یه جای دیگه آب برمیداره، یه جای دیگه مشکل داره. این حجابه کار خودش وقتی میتونه بکنه که شما قسمت‌های دیگر دینم داشته باشی، لحاظ بکنی. اونا رو رها بکنی حجاب هم خواهد. مثل حجاب مثل داروه. شما دارو بخور اما پرهیز نداشته باش، فایده نداره. ای بسا آثار مخربی هم داشته باشه. کمان که الان بعضی حجاب ها واقعا آثار خیلی مخربی داره. بالاخره هر کسی در قالب پوششی باید به کارش بپردازه دیگه. من فکر میکنم که این اتفاق اینجا بیشتر به چشم میاد. البته شادم به دلیل عظمت و اعتبار حجاب باشه، قداستی که حجاب داره انتظار نداره. این اصلا خود این داره تعریف از حجاب میکنه. یعنی توقعی که ما از حجاب داریم این نیست. این معلومه حجاب چیز ارزشمندی. خیلی خوبه. آره خیلی خوبه که آدم آی رنج برای نکته تو فرمایشاتشون هست که سرشار از حکمته و این تمثیل هایی که استفاده میکنن، نمیخوام خیلی تعریف و تمجید بکنم دیگه، خودتون میبینید و میشنوید. خدا کنه نگاه های رنجبر رو خدا به همه ماها بده، یعنی اون نگاه سرشار از ظرافت و لطافت که خیلی میتونه راه گشا